درود خدمت کوشگران عزیز و گرامی. میخواستم که یک گوردخمه زیرزمینی که مربوط میشه به دوران سلوکیان که چند تا شاخصه هست بهتون نشون میدم. خب بیا یکم جلوتر. این قسمتی که شما مشاهده میکنید همین جایی ها تو تا هواکش داره، یکیش این قسمته و یکیش هم این قسمت که میخواییم یه تست هواکش هم بگیریم که به چه صورتی هست، از کجا میره، از کجا دود در میاد. خب در این قسمت باید یه شاخصه داشته باشه برای خود به اصطلاح گوردخمه زیرزمینی. اکثرا گوردخمه های زیرزمینی شاخصه شون کلمب نما هست که این قسمت این ورش به حالت کلمب نما هست، یعنی قسمت سمت راست بالاتر از هواکش یه محدوده ایه که به شکل دقیقا خود نمادش که همون حالت کلمب نما هست. خب ما اینجا دوتا سنگ رو داریم که فرق میکنه که این محدوده، یکیش اینه که تراش داره، حالا از بالاتر وقتی نگاه بکنی یه قسمتش پا داره یه قسمتش پا نداره، حالا کله یه حیوانیه که جهت اینجا رو میزنه. البته جهت این سنگ دومی که این دوتا سفیدن این یه حالت به اصطلاح تختی رو داره که یک کم قسمتش به عنوان یه نشیمن صرف میکنه که این نشیمن داره به این زیر هواکشش رو میکنه. این محدوده رو که شما مشاهده میکنید از قسمت سنگچین ها بگید، این قسمت کاملا سنگچینه، براهی شده تا قسمت اینجا. اینجا ما یه هواکشی داریم و اینجا هم یه هواکش. این قسمت بیو اینجا این قسمت کاملا سنگچینه، یعنی این سنگچین ها گذاشته شده برای یک ورودی به سمت داخل که میخوره زیر همین سازه، همین صخره که به شکل گوردخمه زیرزمینی صرف میکنه. خب ما این دوتا سنگی که اینجا کار شده ممکنه یه سرمالی اینجا باشه که چون پایین سنگ خودش یه حالت نشستی رو داره، زیر این سنگ ها طراحی شده، سنگ چین گذاشتن که سنگ تکیه بده که به این جایگاه داره اشاره میکنه. همین قسمتی که شما مشاهده میکنه به شکل گفتم نشیمنگاه قشنگ میشینی روبروت سنگ چینه گوردخمه است که این هواکشه و اینم هواکش دومشه که میخوایم انشالله این قسمت رو تست بگیریم ببینیم به چه صورتی هست. خب دوستان عزیز میخواییم که تست هواکش رو انجام بدیم با دود که ببینیم این هواکش که این قسمت قرار داره. دوستان عزیز این قسمت هواکش اولیه، اینم هواکش دومی، اینجا هم سنگچین ماست که قسمت ورودی رو داره مشخص میکنه. خب اینم شاخصی که گفتم به عنوان نشیمنگاه داره به سنگچین و هواکش اشاره میکنه و اینم سنگ دومی که نماد ایوانی یه مقدار تخریب شده که زیرشون سنگچینه. دوستان اگر توجه کنید کامل سنگچین هست و این قسمت هم که گفتم به شکل پلمب نما این محدود است، حالا از این بافت استفاده شده پلمب نمای طبیعی، همونطور که من توضیح دادم در مورد پلمب نما این پلمب نمای طبیعی هست. خب که میان زیرش همچین کار رو انجام میدن. خب بریم سر تست هواکشمون. این قسمت دوستان عزیز هواکش اول ما هست، گفته شده ببینید آتیش وقتی که میگیره به سمت داخل، البته ما چند سری انجام دادیم که ببینید آتیش هوا وقتی که جریان پیدا میکنه میکشه به سمت داخل، اینه دوستان نگاه کنید قشنگ دود رو کشید، ببینید دود رو چطوری میکشه داخل به این صورته. الان دود داخل کاملا میره و از هواکش دومی میزنه بیرون به این صورت. خب حالا ما میخواییم که محدوده رو مشخص بکنیم که از کجا میزنه بیرون. ببینید اینجا سنگچین ورودی ماست، این هم به عنوان نشیمنگاه که اینجا رو اشاره میکنه سنگچین شده، این قسمت ها سنگچین شده هست کامل، یعنی طراحی شده برای این نقطه، این محدوده. خب
حالا میریم دود رو ببینیم که از کجا میزنه بیرون. این هواکش دومی ماست که داره دود میزنه بیرون. دوستان عزیز، اینم تست گوردخمه زیرزمینی ما هست که تقریبا فاصله بین 3 دقیقه تازه میزنه بیرون. این محدوده ما عمق داره دوستان، این محدوده عمق داره، به این دلیله که به این صورت زده بیرون. این قسمت هواکش اولی که تست کردیم، اینم دومی که زد بیرون از اینجا. خب این قسمت میشه ورودی کار ما. حالا یه نمای دورتری بگیرم برای دوستان، این چطوری دود میزنه بیرون به این صورته. عمق این کار 2 تا 6 متر است. قسمت ورودی اینه و باید از این مسیر 3 در 3 به سمت پایین که همراه با تله هم هست. تله هم قسمت زیر سنگ، قسمت اول ورودی کار میشه. هم تله سمی داره هم تله فیزیکی داره به این صورته. قسمت رودخانه دوستان عزیز کنار رودخانه هست. این قسمت جایگاه بالا هست و این درخت ها که وسط رودخانه رشد کردن دلایلش بر اینه که یه دورانی خشکسالی شدیدی بوده که این درخت ها هم حداقل 1000 سال عمر دارن و به این صورت هست که درخت اصلیش هم اینه که نزدیک 2000 سال قدمت داره. همین اینم از گوردخمه زیرزمینی ما. ممنون، سپاسگزارم. لایک یادتون نره. با تشکر، خدا یارو نگهدارت.